درود به همگی. اسم من شیوین هستش و من یک سفیر دانشجو در کالج گروسمان هستم. امروز میخوام مراحل تکمیل پرسشنامه ارزشیابی و تعیین سطح برای زبان انگلیسی و ریاضی رو به شما نشان دهم. علاوه بر این، روش برنامه‌ریزی و ارزشیابی ESL برای دانش آموزانی که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست را به شما نشان میدهم. مراحل را از طریق رفتن به وبسایت کالج گروسمان شروع میکنیم. در مرورگر اینترنت خود تایپ کنید grossmont.edu و سپس در گوشه سمت راست بالا بر روی WebAdvisor کلیک کنید. هنگامی که شما به این صفحه وارد شدید بر روی لاگین کلیک کنید. اگر مشکلی در ورود به سیستم دارید می توانید با اداره Admissions and Records تماس بگیرید. روی منیو Students کلیک کنید. سپس زیر جدول بندی Orientation, Assess, Advising روی Step 2 Assessment/Placement Questionnaire کلیک کنید. هنگامی که در این صفحه قرار دارید به دقت سوالات را بخوانید و پاسخهای دقیق تر و قابل قبول را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید شما فقط می توانید یک بار پرسشنامه را انجام دهید. بنابراین توصیه می کنم قبل از کلیک کردن روی سابمیت دوباره پاسخ خود را بررسی کنید. سوال اول می پرسد که آیا شما به اندازه 3 سال یا بیشتر در یک دبیرستان داخل ایالات متحده تحصیل کرده اید؟ سوال دوم در مورد نمره بدون اعتبار شما در دبیرستان هست. اگر شما در ایالات متحده تحصیل نکردید و جی پی ای ندارید، می توانید نو های سکول جی پی ای را انتخاب کنید. سوال سوم این است که آیا زبان انگلیسی زبان اصلی شما است یا نه؟ سوال چهارم از شما می پرسد اگر زبان انگلیسی زبان اصلی شما نیست، آیا گاهی اوقات مشکل در خواندن و نوشتن این زبان دارید؟ سوال پنجم در مورد بالاترین سطح ریاضی که قبلا تحصیل کرده اید است. ترجمه سطوح بر روی صفحه نمایش داده خواهد شد. سوال ششم درباره نمره شما در کلاس ریاضی که در بالا انتخاب کرده اید است. و در نهایت سوال هفتم در مورد حوزه هایی که شما قصد مطالعه دارید می باشد. ترجمه سطوح بر روی صفحه نمایش داده خواهد شد. زمانی که شما به تمامی سوالات مورد نیاز پاسخ دادید روی سابمیت کلیک کنید. سیستم نمرات را برای زبان انگلیسی و ریاضی نمایش می دهد. علاوه بر این، سیستم نشان می دهد که آیا شما باید یک امتحان ESL انگلیسی به عنوان زبان دوم را بدهید یا خیر. اگر ارزیابی ESL مورد نیاز است، به یکی از جلسات ارزیابی ESL ما از طریق WebAdvisor ثبت نام کنید و یا با مرکز اسسمنت تماس بگیرید. در صورت نیاز به ارزیابی ESL، مراحل زیر طریقه وقت گرفتن برای امتحان اینترنتی ESL را به شما نشان می دهد. با کلیک بر روی Schedule an Appointment شروع کنید. انتخاب کنید که آیا می خواهید تست خود را در کالج گروسمان انجام بدهید یا کوی مکا. بر روی Make Appointment کلیک کنید. سپس روی Continue کلیک کنید. پس از آن روی Find Appointments کلیک کنید و با کلیک کردن روی ستاره یک وقت ملاقات که برای شما راحت تر است را انتخاب کنید. اگر ایمیل شما صحیح است آن را تایید کنید و روی Continue کلیک کنید. و مراحل به اتمام رسید. اطمینان حاصل کنید که در این مکان حضور داشته باشید و یک شناسه که دارای عکس است همراه داشته باشید. شما ممکن است این صفحه را پرینت کنید و از آن به عنوان یک مجوز پارکینگ در روز امتحان استفاده کنید. حالا که نتایج خود را دریافت کردید، به یک Abbreviated Education Plan نیاز دارید که یک برنامه کلاسی برای ترم است.
بنابراین می دانید که چه کلاس هایی بر اساس اهداف تحصیلیتان می توانید بردارید. این کار را می توانید آنلاین انجام دهید با کلیک کردن روی Step 3 Online Advising. بهترین روش توصیه شده این است که در یکی از کارگاه های New Student Placement and Advising Workshops شرکت کنید. در این کارگاه توسط یکی از مشاوران ما نتایجتان برای شما توضیح داده می شود و شما یک Abbreviated Education Plan از مشاوران ما دریافت می کنید. آگهی ها و اطلاعات مورد نظر در قسمت جعبه توصیف زیر ویدئو قرار دارد. به همین سادگی. اگر هر گونه سوالی دارین دقیق نکنین که از ما بپرسین. ما خیلی خوشحال میشیم که بتونیم به شما کمک کنیم. بازم تاکید میکنم تمام اطلاعات تماس، لینک ها و آگاهی ها در قسمت جعبه توصیف ذکر شده. روز خوبی رو برای شما آرزو مندیم. به سلامت.